و اخبار یک شنبه 15 خرداد 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم و اما مهمترین عناوین خبری امشب. درخواست آیت الله سانعی برای اداری امور به روش انبیاب و سیره امام. درخواست مجمع محققین و مدرسین از مراجع تقلید برای مداخله در جهت حل معضلات کشور. سید حسن خمینی گفت امام قبل از اینکه رهبر معظم یک انقلاب باشد پایبند به اخلاق بود. برقراری جو امنیتی و پادگانی در اطراف حسینیه ارشاد و بازداشت حداقل 10 نفر و راهپیمایی 22 خرداد شور و هیجان و پویایی جنبش سبز را حفظ می‌کند. سلام و شب بخیر عرض میکنیم خدمت شما بینندگان محترم شبکه رسا با اخبار یک شنبه 15 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. یاد شهدای قیام 15 خرداد رو هم گرامی میداریم. درخواست آیت الله سانعی برای اداری امور به روش انبیا و سیره امام. آیت الله سانعی از کسانی که به نام اسلام و خون شهدا به قدرت رسیدند خواست که در اداری امور به روش انبیا و سیره امام بیشتر توجه کنند. این مرجع تقلید تاکید کرد آنها اگر نمی توانند مثل امام باشند لااقل به ضد امام تبدیل نشوند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله عظما سانعی وی در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد که بگونه ای حرف نزنیم و یا عمل نکنیم که اسلام را بعد به دنیا معرفی نماییم و در دعوایی که برای ملت ما فایده ای ندارد وارد نشویم. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه ای از ظلمهای رایج در کشور و انحراف از مسیر امام و انقلاب به شدت انتقاد کرد. به گزارش رسانه های سبز، این مجمع در بیانیه خود با اشاره به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زندانی شدن منتقدان دلسوز خاطر نشان کرد کدام منکری روشن‌تر از این که افراد دلسوزی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند، آن هم فقط با این جرم که برخی انحرافات را که اکنون تشت رسواییش از بام افتاده و صدای گوش خراش آن همه جا شنیده می‌شود را تذکر دادند. آیا بهتر نبود که منتقدان صدیق و بی‌غرض را به جای آنکه همراه همسران فداکارشان به محبس برانند مورد تکریم قرار می‌دادند؟ این تشکل روحانی اصلاح طلب همچنین با یادآوری این که شیعیان معتقدند اصل اسلام پس از پیامبر دچار انحرافاتی شده، وقوع چنین انحرافی در میراث امام خمینی را نیز ممکن دانستند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین از مراجع تقلید و اصلاح اندیشان جامعه خواست که برای حل این معضلات باب گفتگوهای مسالمت آمیز را باز کنند. منابع خبری از برقراری جو امنیتی در مقابل حسینیه ارشاد و بازداشت چندین نفر خبر دادند. به گزارش رسانه های سبز، جوانان اصلاح طلب در فراخانی از علاقمندان مرحوم حاله صحابی دعوت کرده بودند عصر شنبه 14 خرداد ماه با در دست داشتن شمع و برای پاسداشت سومین شب شهادت حاله صحابی مقابل حسینیه ارشاد حاضر شوند. اما دیروز هم مثل مراسم مشابه فضای امنیتی برای شهر حاکم بود و کسی حق نداشت در پیاده‌روهای خیابان شریعتی قدم از قدم بردارد. پلیس ضد شورش، نیروهای امنیتی و ماموران انتظامی اطراف حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی را کاملا محاصره کرده بودند. خبرنگار کلمه در حاشیه این مراسم گزارش داده کسانی که قصد شرکت در مراسم را داشتند با کوچکترین توقف در اطراف حسینیه ارشاد مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند و با الفاظ رکیک خطاب قرار می گرفتند. مشاور میرحسین موسوی میگوید راهپیمایی 22 خرداد شور و هیجان و پویایی جنبش سبز را حفظ میکند. شورای هماهنگی راه سبز امید روز سه‌شنبه هفته گذشته با انتشار فراخوان راهپیمایی سکوت 22 خرداد
از شهروندان خواسته از میدان ولی عصر تا میدان ونک در سکوت مطلق راه پیمایی کنند. اردشیر امیر ارجمند در گفتگو با دویچه وله با بیان اینکه 22 خرداد آغاز فعالیت ها در ماه خرداد خواهد بود و این راهپیمایی اولین آن است گفت مجموعه شبکه های اجتماعی باید نقطه نظرات خود را اعلام کنند تا تصمیماتی برای روزهای 23، 24 و شاید روزهای دیگر ماه خرداد گرفته شود. و در خصوص اختلاف بین بخشهایی از حکومت می افزاید، دو گروه یا عده‌ای از افراد با مشارکت یکدیگر تقلب انتخاباتی انجام داده و رأی مردم را دزدیدند. بعد از آن با مشارکت یکدیگر به سرکوب مردم اقدام کرده و از احقاق حقوق آنها جلوگیری کردند. همینطور از دین استفاده ابزاری کردند. همکنون آنها با هم بر سر انحصار قدرت اختلاف دارند. امیر ارجمند تأکید کرد دعوای این آقایان بر سر این است که چه کسی کل قدرت را در اختیار داشته باشد. سید حسن خمینی گفت امام قبل از اینکه رهبر معظم یک انقلاب باشد پایبند به اخلاق بود. سید حسن خمینی نوه امام گفت اخلاق امام بود که جامعه را با او همراه ساخت. اگر امام پا روی اخلاق می‌گذاشت امروز جامعه ما از این همه توفیق الهی محروم بود. به گزارش جمعاران سید حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت امام خمینی اظهار داشت امام قبل از اینکه یک مرجع، فیلسوف و رهبر معظم یک انقلاب عظیم باشد یک معلم اخلاق است. فراتر از آن امام هرگز به تدریس و تحصیل اخلاق بسنده نکرد بلکه در زندگی خود نیز اخلاق را جاری ساخت. اخلاق امام بود که جامعه را با او همراه ساخت. اگر امام پا روی اخلاق می‌گذاشت امروز جامعه ما از این همه توفیق الهی محروم بود. یادگار امام تصریح کرد شعار بزرگ امام استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود و آنچه اکنون در سرزمین‌های اسلامی اتفاق افتاده ادامه همین شعار است. مردم تونس و مصر با آن حوادث بزرگ به دنبال استقلال کشور خود بودند. یادگار امام در پایان به حدیثی از امام موسی کاظم اشاره کرده و اظهار داشت ما به آن خیری که خدا نازل می کند فقیر هستیم. از خدا می خواهیم توفیق دستیابی به فضایل انسانی و دوری از بد اخلاقی و کینه ورزی را به همگان عطا کند. در این بخش با خبرهای کوتاه با ما باشید. جامعه وبلاگ نویسان سبز خواستار اتحاد و حمایت و حضور همگانی در اعتراضات پیش رو شدند. در آستانه 22 خرداد سالگشت جنبش سبز، جامعه وبلاگ نویسان سبز با صدور بیانیه‌ای به حاکمان کشور جهت قبول مطالبات مردمی و برون رفت از وضع موجود هشدار دادند. به گزارش تارنمای جامعه وبلاگ نویسان سبز این تشکل مدنی همچنین خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو دستور حبس خانگی راهبران جنبش سبز شدند. وبلاگ نویسان در بیانیه خود از مردم و فعالان خواستند در تجمعات و اعتراضات پیش رو همدل و همراه بوده و متحد عمل کنند. جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی اعلام کردند خواهان پیگیری از طریق مجامع حقوقی و قانونی هستیم. جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی اصفهان، تبریز و زنجان به مناسبت درگذشت مهندس عزت‌الله صحابی و همچنین جانباختن حاله صحابی در مراسم تشییع و خاکسپاری پدرش این دو ضایعه را به ابراهیم یزدی از همراهان مرحوم صحابی تسلیت گفتند و به گزارش جرس این کنشگران در پیام خود همچنین خاطر نشان کردند از همه آزادی خواهان سراسر جهان خواستار تظلم خواهی و پیگیری از طریق مجامع حقوقی و قانونی هستیم. و اما 34 روز از سومین بازداشت اشکان زهابیان فعال دانشجویی در زندان انفرادی اطلاعات ساری می گذرد. به گزارش جرس این عضو ستاد کروبی در تماس‌های تلفنیش فقط توانسته از وضعیت سلامتی خود بگوید و خانواده‌اش تا کنون هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی جدید ندارد.
این نگرانی وجود دارد که وی تحت فشارهای روحی و جسمی برای گرفتن اعترافهای ساختگی باشد. مسعود باستانی هنوز از ضربات وارده به سرش رنج می برد. مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی که در سالن ملاقات و در مقابل خانوادهش مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفته بود، پس از بازگشت از بیمارستان کماکان از سرگیجه و درد رنج می برد. به گزارش تحول سبز، پزشکان با توجه به احتمال ضربه مغزی مسعود باستانی را به بیمارستان مدنی منتقل کردند، اما پس از انجام آزمایشاتی وی را مجدد به زندان بازگرداندند. در همین حال مسعود باستانی در تماس با خانواده خود گفته است کماکان از سرگیجه‌هایی که ناشی از ضربات وارده شده به سرش می باشد رنج می برد. عبدالله نوری تصریح کرد صحابی ها اهل خشونت و انتقام نبودند. عبدالله نوری در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت مهندس عزت الله صحابی و شهادت دخترش تصریح کرد صحابی ها بر حقوق مردم پافشاری داشتند ولی هرگز اهل خشونت و رفتارهای غیر مدنی نبودند. به گزارش کلمه وزیر کشور دولت اصلاحات تأکید کرد آنها با تمام رنج ها و زجرهایی که تحمل می کردند هرگز روحیه انتقامگیری در ایشان مشاهده نمی شد و از هیچ کس کینه ای نداشتند. صدیقه وسمقی اسلامشناس و شاعر معاصر در پیامی در گذشت حال صحابی را تسلیت گفت. به گزارش کلمه وسمقی در این پیام تأکید کرد که خون حاله ثمر خواهد داد. در این پیام آمده است حاله با خون خود جنبش بیداری و آزادی خواهی ملت ایران را بارور خواهد کرد و مرگی چنین زیبا و پرثمر شایسته چنین زنی است که در آغوش چنان پدری بالید و در راه آزادی ایران همگام با پدر مرارت ها کشید و سرانجام نیز در کنار او خفت. اصلاح طلبان آذربایجان شرقی نیز به مناسبت شهادت حاله صحابی پیام جداگانه‌ای صادر کردند. آنها در این پیام حاله صحابی را فرزند صبر، مادر صلح و زنی از تبار آزادی خواهی و برابری جویی خواندند. محسن برازبان و فاطمه کرامت همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کرامت عضو انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرمان سوم خرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. به گزارش ندای سبز آزادی پیش از این محسن برازبان دیگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه آزاد و رئیس ستاد 88 کرمان نیز در پی حوادث پس از انتخابات دستگیر شده بودند. درباره اتهامات این افراد همچنان خبری در دست نیست. گروه خرابکاری اینترنتی موسوم به ناشناس با نفوذ به سرورهای دولتی ایران محتوای بیش از 10,000 ایمیل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دست آورده است. به گزارش فرارو این فایل ها پس از دسترسی هکرهای یک گروه ناشناس به مرکز ایمیل اداره گذرنامه و روادید ایران به سرقت رفتند. به گفته یکی از اعضای این گروه هدف از این تهاجم به فایل‌های مزبور لطمه زدن به وجهه ایران و در فضای سایبری و دنیای واقعی بوده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رشد 4-5 برابری قیمت برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. کاتوزیان همچنین درباره بهای گاز گفته گاز بها خیلی زیاد است. مردم تحت فشار هستند و کمیسیون انرژی از صدور چنین قبض‌هایی نگران است. کاتوزیان تأکید کرد دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده و این فشار بسیار زیادی را بر مردم تحمیل کرده است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یکی از گزینه‌های احمدی نژاد برای وزارت نفت است. رستم قاسمی گفته احمدی نژاد این پیشنهاد را یک ماه پیش به او داده و همکنون در حال بررسی آن است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سردار رستم قاسمی در حال حاضر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه است. این قرارگاه به عنوان یک بنگاه اقتصادی اجرای بسیاری از طرح‌های صنعتی و اقتصادی را در اختیار دارد. یک روز انتخابات، دو سال بحران. هنوز رأی‌ها را نشمرده بودند. بازداشت‌ها شروع شد. 22 خرداد 88. چهره‌های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور
هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، پایان 21 ماه سکوت مادری یکی از افشا کنندگان جنایات کهریزک، لغو حکم اعدام سعید ملکپور از سوی دیوان عالی، دور شدن از اندیشه های امام خمینی از منظر همسر شهید رجایی، تکریم صحابی ها، تلاش مستمر و مدنی برای رهایی مردم از استبداد و خودداری صدا و سیما از پخش زنده سخنان سید حسن خمینی. مادر یکی از افشا کنندگان جنایات کهریزک بعد از 21 ماه سکوت خود را شکست. محمد حسین سهرابی راد، عضو ستاد مهدی کروبی که به اتهام کمک رساندن به سردبیر سایت مهدی کروبی در تهیه فیلمی در مورد جنایت‌های رخ داده در بازداشتگاه کهریزک توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده، نزدیک به 2 سال است که در زندان بدون حق مرخصی به سر می‌برد. وی برای ارائه این فیلم به قوه قضاییه و دفتر رهبری به 4 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. سهرابی در مدت حبس خود تحت فشارهای زیادی قرار گرفته و یک بار نیز به خاطر فشارهای وارده اقدام به خودکشی کرده است. به گزارش جرس، مادر او با غیر عادلانه خواندن حکم صادره و رد اتهامات فرزندش میگوید: به پسرم گفتند که تو دروغ گفته ای، در حالی که اگر دروغ گفته چرا هیئت تحقیق و تفحص از سوی مجلس عین حرفهای وی را تایید کردند یا حتی قاضی را در این پرونده برکنار کردند. یادآور می شود بسیاری از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 10 و سرکوب‌های پس از آن به بازداشتگاه کهریزک برده شدند و تحت شکنجه تجاوز قرار گرفتند که به دنبال آن چندین نفر نیز جان خود را از دست دادند. وکلای پرونده سعید ملکپور از لغو حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور خبر دادند. به گزارش جرس، پس از ارائه یک لایحه تخصصی و علمی در حوزه سایبری که با همکاری وکلای حقوق و علوم سایبر تهیه شده بود، دیوان عالی کشور بسیاری از ایرادهای پرونده سعید ملکپور را پذیرفت و حکم اعدام او را نقض کرد. سعید ملکپور فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف در مهر ماه 1387 دستگیر و به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی زبان متهم شده بود. ملکپور پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود که بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده اش را نیز تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین علیه خودش اعتراف کند. همسر شهید رجایی گفت: از اندیشه های امام خمینی دور شده ایم. خانم عاتقه صدیقی: همسر شهید رجایی دور شدن از اندیشه ها آرمان های امام را زنگ خطری برای کشور دانست و خواستار توجه بیشتر به ابعاد شخصیتی و اندیشه های امام از سوی مسئولان و دستگاه های تبلیغاتی شد. به گزارش جماران، وی با اشاره به توجه بنیانگذار انقلاب به عنصر زمان و مکان گفت: ایشان شناخت دقیقی از زمان خود داشتند و تمام تصمیم گیری هایی که اتخاذ می کردند بر اساس شناختشان از وضعیت جامعه بود، امری که البته اکنون مورد غفلت واقع شده و باید برای نسل جوان تبیین کرد که امام تصمیم گیری هایشان بر اساس مصالح اسلام بود، نه مصلحت های شخصی و گروهی. همسر شهید رجایی همچنین توجه ویژه به مردم را از دیگر ویژگی های شخصیتی امام خمینی بیان کرد و اظهار داشته: وی با تعصیب حضرت علی هیچگاه به فکر انتقام گیری نبود و حتی به مسئولان قضایی و امنیتی سفارش می‌کردند که در برخورد با مجرمین بر اساس رعایت حدود شرعی تصمیمات اتخاذ شود. صدا و سیما در اقدامی تعجب برانگیز از پخش سخنان نوه امام خودداری کرد. به گزارش آفتاب، طبق سنت‌های سال‌های اخیر در روز 14 خرداد، سید حسن خمینی به عنوان تولیت مرقد امام راحل
پیش از سخنان رهبری دقایقی درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشکر از حضور مردم در این مراسم سخنرانی کرد. امسال اما صدا و سیما در اقدامی تعجب برانگیز از پخش سخنان سید حسن خمینی نوه امام راحل خودداری و تنها به پخش زنده سخنان رهبری بسنده کرد. یادآور می‌شود 14 خرداد سال گذشته شعارهای سازماندهی شده عده‌ای اندک علیه نوه امام راحل که مانع از سخنرانی سید حسن خمینی شد موجب واکنش گسترده علما، مراجع و یاران امام شد. تکریم صحابی ها تلاش مستمر و مدنی برای رهایی مردم از استبداد است. 50 تن از نواندیشان دینی، شخصیت های فرهنگی و کنشگران سیاسی با تسلیت درگذشت مهندس عزت الله صحابی و شهادت حالی صحابی آوردند، ظاهراً خشونت و جنایت حاکمان مغرور حد و مرزی نمی شناسد، اما می توان امیدوار بود که عمر کوتاه حال صحابی عمر استبداد و مستبدان خشونتگرا را نیز کوتاه خواهد کرد. شاید مقدر بود که در کنار الگوی مردانه از اخلاق، سیاست و دین، سیمای درخشان یک زن مستقل و با ایمان و آگاه و مبارز نیز بدرخشد و برای نسل امروز و آینده چراغ راه باشد. به گزارش جرس در بخشی از این پیام آمده است: بر این گمانیم که تکریم این دو سرمایه ملی، تلاش مستمر و مدنی برای رهایی مردم از استبداد حاکم و رسیدن به آزادی و توسعه و عدالت است که آرزوی دیرین آن دو عزیز سفر کرده بوده است. بیگمان ما نیز به عنوان ادای دین در کنار مردم حق طلب و عدالت خواه ایران تا پیروزی نهایی این راه را ادامه خواهیم داد. تلویزیون حکومتی ایران امسال در اقدامی نامعمول از پخش سخنان سید حسن خمینی در مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که در مراسم سال گذشته نیز عده‌ای از نیروهای لباس شخصی با سر دادن شعار مانع از انجام سخنرانی سید حسن خمینی شده بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که می‌شنوید. آقای اکبرین، معمولاً سخنرانی‌های سید حسن خمینی به مناسبت سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد. امسال مسئولین تلویزیون حکومتی ایران به چه علتی از پخش زنده سخنان حسن خمینی خودداری کردند؟ پس از وقایعی که در دو سال اخیر در ایران اتفاق افتاد، حاکمیت جمهوری اسلامی حتی به دوستان خودش هم اعتماد نداره. یعنی نظام به نقطه‌ای رسید که برای ارضاء خودکامگی‌هاش مجبور شد پیشکسوتان این انقلاب رو کنار بگذاره، دوستان آیت الله خمینی رو کنار بگذاره و همه اونهایی که ارکان این انقلاب محسوب می‌شدند رو از اونها بگذره و خودش رو تثبیت بکنه، به گمان اینکه راه بقاش در همین هست. اما نتیجه این روند این شد که اعتمادش رو به همه اصحاب این انقلاب از دست داد و هر بار که هر کسی در هر جایی سخنی میگه، چیزی مینویسه، چشمهای نگران نظام او رو دنبال میکنه که مبادا چیزی علیه مصالح و منافع رهبر جمهوری اسلامی گفته بشه. سخنان پارسال سید حسن خمینی به خاطر اقدامات نیروهای نزدیک به محمود احمدی نژاد به پایان نرسید. با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط آقای احمدی نژاد و رهبری، در سخنان امسال نوه آیت الله خمینی چه اشاره‌های مشخصی به شرایط سیاسی فعلی کشور وجود داشت؟ اشاراتی که در سخنان آقای سید حسن خمینی وجود داشت همون اشاراتی بود که اگر از اشارت به صراحت تبدیل می شد قطعا نمی بایست از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه و تلویزیون هم به همین دلیل سخنان ایشون رو منتشر نکرد، پخش مستقیم نکرد که مبادا همین اشارت ها که آمده به اندکی صراحت بیشتر تبدیل بشه. اما اشارات ایشون به واژه‌های مشخصی مثل کینه‌ورزی،
بیادبی کردن و دشمن گفتن بود. ببینید امروز ادبیات رهبر جمهوری اسلامی ادبیاتی است که همه مخالفان و منتقدان خودش رو دشمن خطاب میکنه و دولت جمهوری اسلامی چنان فضای نفرت و کینه رو منتشر کرده در جامعه که اصلا افق این همه کینه و نفرت قابل پیش بینی نیست. دروغ در آمارها، در گزارش‌های رسمی، در پیش‌بینی‌ها اونقدر زیاد شده که هیچ تصویر صادقی از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و پیشرفت‌ها و پسرفت‌های ایران رو ما نمیتونیم الان داشته باشیم. در نتیجه ایشون با اشاره به این آفت‌هایی که امروز نظام رو تهدید میکنه هشدار داد، ضمن این که در جمع‌بندی سخنانش گفت که نگذاریم که این فرصت تاریخی که به دست ما اومده به عللی از دست بره. به عبارتی وارث خانواده آیت الله خمینی معتقد است که فرصتی که در آرمان‌های نخستین پدر بزرگش در تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشت، رفتاری که در این سه دهه اتفاق افتاد و مشخصا در سالهای اخیر اتفاق افتاد در حال از دست رفتنه. اگر در گذشته حتی در زمان حیات پدر بزرگ او اشتباهاتی صورت گرفت، الان باید علاقمندان به اصل نظام اون اشتباهات رو جبران میکردن، نه اینکه با دامن زدن به اون اشتباهات و فربه کردن اون آسیبها و آفتها نظام رو تا نهایت سقوطش نزدیک بکنن. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما رو همراهی کردید. تا فردا شب، خدایا رو نگهدارتون.